با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا را میگوشاییم با دفتر شامگاهی صفحه یک که مروری خواهد داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخواست مروری بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب تا آنگاه با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت واکنش ها و کماکان شوک در آسمان آسمانی ها و تزارها پس از سرنگونی سخوی روسی از سوی ارتش ترکیه بر فراز سوریه اعلام حمایت باراک اوباما از دولت ترکیه در قبال رقیب دیرین جنگ سرد و اعلام همبستگی همزمان ناتو با ترکیه دیدارهای آیت الله علی خامنه با رؤسای جمهوری حوزه گازی حضور یافته در تهران موج بیوقفه گسترده تروریسم با تازه ترین انفجار اتوبوسی در تونس و کشته شدن دهان ها نفر همزمان ادامه وضعیت اضطراری در بلژیک و از سوی دیگر پایان گروگانگیری در شمال فرانسه در عرصه داخلی و مطبوعات نیز حضور پررنگ دیپلماتیک خامنه ای در نشست گازی و دیدار با یکی یک سران کشورها تلاش و کنش های پشت پرده فقها و رقبا برای انتخابات پیش روی در ایران و همینطور فراز و فرود در نرخ ارز با افزایش مستمر قیمت دلار. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه شنبه چهارم آزر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک به در بخش آغازین برنامه مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه در طول ساعت گذشته صف کشی دو قطب قدرت جهانی در زمین و آسمان سوریه پس از جنگ جهانی دوم از شامگاه دیروز تا کنون کماکان بر شوک افکار عمومی جهانی افزود اظهار نظر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا مبنی بر برحق بودن ترکیه از هشدارها و حضور سخوی روسی در خاک این کشور So, the incident happened, you know, at the border. Uh, that much I can tell you. Uh, but beyond that, uh, we're still trying to collect and sift through all the data. Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace. Uh, I think it's very important right now for us to make sure that. Both the Russians and the Turks are talking to each other, find out exactly what happened, uh, and take measures to uh, discourage any kind of escalation. We stand in solidarity with Turkey and support the territorial integrity of our NATO ally, Turkey. We will continue to follow the developments on the southeastern borders of NATO very closely. و بالاخره اظهار موضع قوی و پشتگرم طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قبال هرگونه حرکت نظامی روسیه علیه این کشور که به ناتو حواله داده بود عمده واکنش ها در طول 24 ساعت گذشته حول بحران نظامی و تنش پیش آمده میان روسیه و ترکیه در آسمان سوریه بود در این میان اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اردوغان در یک گفتگوی تلفنی در سوم آذر ماه دیروز بر ضرورت کاهش تنش ها تاکید کردند این گفتگو در حالی انجام شد که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گفت جنگنده سرنگون شده ی روسی پس از ورودی که به خاک ترکیه داشت در نهایت داخل خاک سوریه مورد اصابت قرار گرفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اما گفت جنگنده ی ارتشان کشور خارج از خاک ترکیه هدف قرار گرفت در گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا باراک اوباما بر حمایت آمریکا و ناتو از حق ترکیه برای دفاع از تمامیت ارزی خود تأکید کردند پیش از این نیز دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی که ترکیه نیز عضوی از, از آن است با آنکارا اعلام همبستگی کرده بود به گزارش خبرگزاری رویترز دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز شنبه در یک نشست خبری هر گونه گزارش مبنی بر اینکه این, این رویداد خارج از حریم هوایی ترکیه اتفاق افتاده را رد کرده و تأکید کرد که ارزیابی ناتو با اطلاعاتی که از ترکیه دریافت کرده همخانی دارد ایشان در ادامه با ترکیه اعلام همبستگی کرد و گفت که ما از تمامیت ارزی همپیمان خود در ناتو حمایت میکنیم لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان عزیز برسانیم که این نخستین بار از دهه سال 1950 میلادی است که یک کشور عضو ناتو یک هواپیمای جنگی روسیه رو سرنگون میکند و این گونه رخ داد در زمان شوروی نیز از دهه یاد شده به این سو سابقه نداشته است مروری بر خبرهای کوتاه را پی میگیریم با همین زمینه و مضمون نبرد هوایی ترک ها و روس ها به نبرد لفظی و دیپلماتی کشیده شده و همینکس سخن از نبرد ها و جنگ های سایبری گروه های خود سر در دو سوی حوزه مجازی و سامانه های اینترنتی است بر اساس گزارش ها یک هکر اهل ترکیه که خود را اسکورسکای نامیده دوشنبه 23 دسامبر مسئولیت هک کردن صدها سایت در روسیه را رو در واکنش به مداخله نظامی این کشور در سوریه و حمایتش از حملات نیروهای اسد بر عهده گرفت این هکر ترک اقدام به قرار دادن عکس های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد فاتح سلطان عثمانی بر روی سایت های هک شده کرده بود در این عکس تصویری از قرآن و پرچم ترکیه در کنار سرود فولکلور عثمانی که مهتر نام دارد قرار داده شده است و اما بازتاب این تنش هوایی میان دو کشور همسایه ایران و در مطبوعات ایران به طور گسترده یکسان بود و عمدتا با حیرت و شک از کنش ترکیه آن را نوعی بازی با آتش یا به تعبیری آتش بازی ترک ها توصیف کردند از جمله روزنامه اعتماد از آتش بازی در آسمان نوشت که شلیک ترکیه عامل آن بود و خشم روسیه نتیجه آن حتی با بازآفرینی واژگانی همچون تزارها و نیاسمانی ها کوشیدند که به نحوی و به نوعی از آغاز جنگ هایی در سطوح جنگ های فرامنطقی سخن بگویند و یا در مخاطب این گونه القا کنند همچون روزنامه قانون که صریحا تیت زد نیاسمانی ها علیه ها. برخی از روزنامه ها با توجه به عجیب بودن اقدام ترک ها از شوک نیز نوشتند از جمله بهار از سقوط سخو و شوک پوتین خبر داد و یا وطن امروز صرفا از بازی ترکیه با آتش نوشت در هر روی روزنامه های ایران به تناسب سیاست های رسانه ایشان با خانش های خاص خود به موضوع پرداختند چنانکه در جبهه روزنامه های راست و نزدیک به نهادهای های نظامیان و رهبری ایران با واژه خنجر از پشت که پوتین به کار برده بود بیشتر بازی شده و مانور داده شد و به طور تلویحی کشیده شد که عملا ترکیه را همراه با آمریکا هم دست داعشی جلوه و یا به نحوی عملکرد ترکیه را با پشت گرمی آمریکایی ها برای انجام این کار نشان دهند از جمله روزنامه جوان ارگان نظامیان از خنجر ناتو به مبارزان داعش نوشت بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با صفحاتی از آخرین خبرها و نظرها ماشین تروریزم و دود حراس کماکان در سطوحی از خیابانهای شهرهای مختلف دنیا از اروپا تا آفریقا میتازد در تازه ترین گزارش ها روز سهشنبه سوم آذر انفجار بمبی در یک اتوبوس حامل اعضای گارد ریاست جمهوری در شهر تونس پایتخت این کشور دست کم دوازده تن کشته بر جای گذاشت این انفجار زمانی رخ داد که اتوبوس در کنار یکی از جاده های اصلی که محل پیاده و سوار شدن اعضای گارد ریاست جمهوری است پارک شده بود طبق برخی از گزارش ها که تاکنون از سوی مقامات رسمی تایید نشد بمب در اتوبوس جاسازی شده بود از تونس به خیابان های بلژیک گذری خواهیم داشت که بر اساس تازه ترین گزارش ها و خبرها علا رقم بازگشایی مترو و مدارس در بروکسل کماکان این شهر در وضعیت استرالیست است برای دستگیری متهمی خاص با نام صلاح عبدالسلام عبدالسلام یکی از هشت مزنون حملات پاریس است که گفته می شود زنده مانده و گریخته است. شرح تکمیلی تمامی خبرهای مذکور را در برنامه آنسوی خبر ببینید و بشنوید. و اما الله علی خامنه ای و دیدار زنجیریش با رهبران کشورهای شرکت کننده ی نشست گازی در تهران امروز به دیدارش با رئیس جمهور عراق اختصاص داشتن بیشتر روزنامه ها که با عنوان آمریکا ستیزانه گلایه داشت که چرا آمریکا از تجزیه سرزمینی کشورهای همچون عراق و سوریه سخن میگوید روزنامه های همچون اطلاعات مردم سالاری حمایت که وابسته به ارگان قوه قضاییه جمهوری اسلامی است به نقل از رهبری ایران نوشتند نباید فضا بگونه شود که آمریکایی ها به خود جرأت دهند تا به صورت علنی صحبت از تجزیه اراق بکنند علی خامنه ای گفته است که مردم عراق ام از شیعه و سنی و کرد و عرب قرن هاست که بدون هیچ مشکلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند اما متاسفانه برخی کشورهای منطقه و همچنین بیگانگان به دنبال بزرگنمایی اختلافات هستند خامنه ای تاکید کرد که باید در مقابلان ایستاد و از هر گونه بهانه ای که زمین ساز بروز اختلافات می شود پرهیز کرد که سخنان و دغدغه های خامنه ای معطوف به اظهار موزه مسئولین امنیتی آمریکایی است احتمالا که در ماه اخیر و به دنبال تصرف بخش های وسیع از خاک عراق و سوریه توسط گروه حکومت اسلامی پیش کرده بودند که این دو کشور یعنی عراق و سوریه دیگر هرگز نخواهند توانست یک پارچگی سرزمینی خود را به دست بیاورند بررسی مطبوعات و روزنامه های امروز ایران را پی میگیریم با تازههایی از پس پشت پرده رایزنی های انتخاباتی در ایران روزنامه آرمان نزدیک به محافل هاشمی و طیفی از تحولخواهان ایرانی خبر از دیدار و رایزنی سید حسن خمینی که ایشان را هم با نام آیتالله نام میبرند با آیتالله جوادی آمولی داده بود آرمان در بخشی از این خبر اشاره کرد که دوشنبه شب بود که سید حسن خمینی به دیدار جوادی آمولی رفت خبری از این دیدار به بیرون درز نکرد بنابراین در وحله نخست آنچه به ذهن می رسد این که حتما موضوع مهمی عنوان شده که اکنون زمان مناسبی برای رسانه شدن آن نیست اما چند نکته را در این خصوص مطرح میکرد روزنامه آرمان یعنی به تبیری گمانه میزد نخست اینکه که سید حسن خمینی برای مشورت درباره کاندیداتوریش در انتخابات مجلس خبرگان به دیدار جوادی آمولی رفته است همچنین روزنامه آرمان در یک گزارش اصلی به ماجرای عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسات مجمع تشخیص مسلحت نظام پرداخته بود و علت غیبت رئیس جمهوری در جلسات مجمع رو نزدیکی زیاد از حد این دو شخصیت بنیادین و رکنی نظام جمهوری اسلامی برشمرد که حتی حضور یکیشان کافی است و تیت زد روحانی همان هاشمی است و اما زولف گره زدن سیاسی با اعتدال عنوان یادداشت سیاسی تحلیلی روزنامه ابتکار بود که به جریانات در واقع به جزئیات تازه‌ای از جدالهای پیشا انتخاباتی در ایران اشاراتی داشت در این گزارش از کم تحرکی های از اصولگرایان برای انتخابات پیش روی و عبور از اصولگرایان تون رو از یک دیگر نیز می خاندیم. این گزارش تحلیلی با تکیه و رفتارشناسی اعضای فراکسیون اصولگرایان تون رو در مجلس نهم نتیجه گرفت که آنها دچار از همگسیختگی و عدم توافق برای تصمیم گیری واحد در زمینه‌های های مختلف شدند. از جمله عدم فعالیت جبهه متحد اصولگرایی که در مجلس هشتم شکل گرفت و در انتخابات مجلس نهم نیز با ایجاد تغییراتی به فعالیت خود ادامه میداد همکنون به حالت تعطیل در آمده و حتی با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم ده برنامه گویا برای فعال کردن مجدد آن وجود ندارد این از جمله مصادیقی بود که روزنامه ابتکار به آن اشاره می کرد از منظر گروه سیاسی ابتکار تشکیل دو فراکسیون تند یعنی تندرو ریاست حداد و همینطور رهروان ولایت به ریاست لاریجانی که از اصولگرایان سنتی و محافظه کار و اقلیت های مجلس تشکیل میشد شد بارغه های جدایی و عدم تفاهم برای حضور در یک فراکسیون مشترک بین آنها را پدیدار کرد کما اینکه آنها هیچ که با هم هم نوار نشدن تا جایی که حتی کاظم جلالی عضو هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت طی یه مصاحبه در مورد عملکرد کرده فراکسیون اصولگرایان گفته بود در فراکسیون اصولگرایان آدم راهبردی وجود ندارد ما در فراکسیون رهروان ولایت آقای لاریجانی را محور میدانیم و در نهایت اعذاب نظر ایشان تمکین میکنند ولی در فراکسیون اصولگرایان چون این محوری وجود ندارد که بر کوتاه بودن شخصیت حداد عادل تأکیدی موکد کرد ادامه میدهم با مطالب برگزیده دیگر پوتین و رفتارهای روسیه تنها دو روز پس از ترک تهران و یک روز پس از بروز بحران منطقه‌ای با سرنگونی یک جت جنگنده روسی به ستون سرمقاله ها و تحلیل های روزنامه های ایران بازگشت جای وسیعی داشت از جمله روزنامه اعتماد در یادداشت اصلی صفحه یک شماره یک امروز به عنوان آیا پوتین قابل اعتماد است ضمن مهم دانستن این سفر با توجه به توافق وین میان ایران و گروه پنج به علاوه یک و نیز اوضای سوریه و نیز تنش میان روسیه و غرب که در واقع بر اهمیت موضوع افزوده است سوالی پرسید و پرسید که آیا روسیه یا شخص ولادیمیر پوتین کشور و یا قدرت قابل اعتمادی هستند به ویژه با توجه به تجربیات گذشته ایران و روسا چگونه و با, با چه اعتمادی میتوان نسبت به ایجاد یک رابطه متوازن با روس ها گام برداشت و روی آن حساب باز کرد روزنامه اعتماد در ادامه این پرسش اینگونه پاسخ داد که پاسخی که میتوان به آن داد این است که آیا اگر کشور دیگری جای آنان بود کار دیگری می کرد؟ آیا اقدامات فرانسوی ها، انگلیسی ها و آلمانی ها و آمریکایی ها خیلی متفاوت از روس هاست که البته هست بر حسب مسئله تاریخی موجود آیا اینکه سیاست خارجی رو به انتظارات اخلاقی تقلیل دهیم مشکلی را حل می کند؟ چگونه است که وقتی نوبت به سایر کشورها میرسد رسد فورا گذشته رو فراموش می کنیم و حتی میکوشیم تفسیر جدیدی از آن ارائه کنیم ولی در مورد روس ها همیشه در همچنان بر یک پاشنه میچرخد ادامه می در ادامه می نوشت که اشتباه نشود مسئله دفاع از روس ها نیست که آنان هم مثل سایر کشورها و قدرت ها در پی تأمین منافع خود هستند هدف این است که اگر در ایجاد این روابط خیری هست خودمان را از آن محروم نکنیم و اسیر اسطوره های خود ساخته و غیر واقعی نشویم از منظر روزنامه اعتماد برای ایجاد رابطه با سایر کشورها نخستین نکته که نباید فراموش کنیم این است که این رابطه بر اساس اعتماد نیست این روابط بر اساس قدرت و حفظ منافع ملی است ادامه می دهم ده باز با مطلب دیگر که آن هم از جنس روسی است در این راستا روزنامه ایران ارگان دولت ستون اول دفتر شماره امروز رو به بحث و بررسی روابط روسیه و ایران خاصه پس از حضور پوتین در تهران اختصاص داد و البته با روی کردی دیگر در یادداشتی به قلم جهانگیر کرمی با عنوان عوامل جهش در روابط تهران مسکو اشاره کرد که موضوع محوری مورد بررسی در مذاکرات اخیر مسائل منطقی و به ویژه بحران سوریه بوده است زیرا این بحران از منظر وی با ورود نظامی روسیه به منطقه خاور میانه و همچنین جهانی و منطقه‌ای شدن ابعاد آن وارد مرحله ای تازه شده است ستون نویس روزنامه دولت البته بدون ارائه جزئیاتی بیشتر از وجود اختلاف دیدگاه میان کرملین و تهران حول بقای بشار اسد به طور نرم و مستطر خبر داد و گفت البته طبیعی است که دو کشور در زمینه این همکاری‌های منطقه‌ای و هر موضوع خاص فرضی دیگر تفاوت نگاه های هم داشته باشند به عنوان مثال وجود برخی اختلاف نظرهای تهران و مسکو بعید نیست اما تا کنون کفه دیدگاه های همسوی آنان به تحولات سوریه بر تفاوت نگاه ها قالب بوده است نقطه اوج این موضوع مشترک آنجای بروز کرد که پوتین در تهران برای زدودن شبهات پیرامون رویگردانی کرملین از بشار اسد تأکید کرد که دولت روسیه به تعهداتش در قبال متحدانش وفادار خواهد ماند که از منظر ستون نویسی روزنامه ایران ارگان دولت این بخش از اظهار نظر پوتین همانا حمله بر حمایت همیشگی از اسد تلقی گردد. گردید و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید ضمن دعوت همیشگی از محضر شما همیهنان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که شامل آخرین خبرها و گزارش هاست این جانب از محضرتان خدا حافظی میکنم تا آنگاه شامگاه خوش بدرود